سلام بچه ها خوش اومدید به قسمت جدید برنامه یوتیوب امروز با دوست خوب و استاد عزیزم میلاد ساریخانی عزیز در خدمتون هستیم میلاد جون خیلی خوش اومدید قربونت برم استاد پیانو و اصلا نگم براتون دیگه دیگه قطعش هم که اول برنامه شنیدین و استاد دیگه لطف کردی اون ساختین من کلی اصرار کردم گفتم چند تا هنگ رپ میفرستم مثلا اینا رو با هم یکی بکنی استادم زحمت کشیدم. دمتون گرم خوربنه. خیلی خفن شده بود خیلی خوش اومدید دوستان هم. همه چی خوب قربونت خدا رو شکر شما چطوری مشتاق بسیار از دعوت اختیار دارین خیلی خوشحالم اینجا هم اختیار این خ... کرونا نمیذاره درست <تصفل> هم <همیاروان. تصفل> <بعوان>. نزدیک <تصفل> <تصفل> ببینیم هی کلاسمون از دور شده من پیش استاد کلاس پیانو میرم حدود یه سال خورده ایه و واقعا همون اولاش دیگه اصلا همش چیز شدش کرونا بود و دیگه اصلا دو سه جلسه حضوری رفتیم بعد دیگه شد آنلاین دمه شما هم چاکریم از <اه، تصفيق> کار و بار چه خبر خوب همه خدا رو شکر مشغولیم خدا رو شکر گفتم امروز با هم یه گپ و گفتی بزنیم راجب پیانو راجب ساز جذاب پیانو عالی گفتم که بهتر از شما با این همه اطلاعات <applause> <applause> ما در <دا> خدمتی چاکرین گفتم اول استاد یه سالی ازتون ببرسم راجب تاریخچه کلی پیانو اصلا چجوری شکل گرفته و چجوری پیشرفت کرده تا ما الان این پیانو و سینتی سایزر رو دیگه تا اینجا ها اومده نه. جلو برای شناخت پیانو یه جورایی بعد برگردیم به عقبتر چون سازهای کلاویهی بوده یعنی حالا به صورت کلاویه بادی یا کلاویه زخمی وجود داشته حالا از زمان قرون وسطا که در واقع موسیقی دست کلیسا بوده درسته. این وجود داشته حالا به طرق مختلف بوده مکانیزم در واقع هیشت که از اورگن شروع میشه و به پلاکت ها که در واقع یه جورایی کلافسن هارپسیکورد یا چمبالو توی حالا کشورهای مختلف مثلا توی ایتالیا چمبالو گفته میشه توی بقیه کشورها چیزهای دیگه یا هارپسیکورد اینا همشون یه ساز بوده که در واقع اسمای مختلف توی هر کشوری گرفته و مشکلی که داشته یعنی در واقع یه جورایی نمیشه گفت که پیانو در واقع کشف شده یا اختراع شده تکامل یافته یه سازهای قبل خودش بوده و مشکلی که تو سازهای قبل خصوص توی هارپ سیکورد یا کلافسن یا چمبالو بوده این بوده که شما نمیتونستین داینامیک های مختلف رو داشته باشین یعنی به صورت پیانو که به زبان ایتالیایی در واقع یعنی ملایم دارد. یا قوی که به زبان ایتالیایی همچنان باز میشه فورته چون سازندش هم یه آقای ایتالیایی بوده آقای کریستوفری به همین خاطر اومد این رو مکانیزمش رو عوض که یعنی کلاوی ها بود فقط اومد یه مکانیزم چکش گذاشت که حالا برای اینکه دوستانم بهتر بتونم متوجه بشن شبیه میشه گفت یه جورایی به مکانیزم سنتور آها یه چکشی وجود داره سنت رو خود انسان با دست بله بله خوش داره اونم همینطوره دقیقا من دروغ نگم خودم اولین بار توی پیانو رو تو کارتون تاموجری دیدم <تصفح> موشه فرار این کرد بیرفت تو اون کلابیا و اینا و دیدم یه این میزنه روش یه <تصفح> چکشایی میاد باید و واقعا اولین بار که من از اونجا فهمیدم اصلا با چکش کار میکنه بعد یه اسم کاملی گفتیم پیانو داره گفتیم بله اسم کاملش میگم چون یه جورایی در واقع آقای کریستوفری میخواستن یعنی یه ده سالی طول کشید تا تونستن اینو پروموت بکنن چون کسی یا نمیشناخت یا قبول نمیکرد چه این چیزو مجبور بود که یعنی مراجعه بکنه به تاریخچه قبلش که توضیح کامل بده که این در واقع تکامل یافته همون چمبالو یا هارپسیکورد یا کلافسنه که در واقع اومده به صورت پیانو و فورته اجرا میشه که حالا به زبان ایتالیایی میشه گروی چمبال و کورفورته و پیانو و فورته این اسم کاملش در واقع این بوده که خب آروم آروم به پیانو فورته و وقتی که در واقع یه سری آهنگسازا اومدن بیشتر قطعات رو رمانتیک تر و تو دوره های مختلف موسیقی ملایم تر در واقع میشه گفت اجرا کنن دیگه خب بیشتر به پیانو یعنی در واقع پیانو گفتین تو لغت معنیش چی میشه به ایتالیا یعنی ملایم ملایم, ملایم. ملایم. فورت هم قوی قوی یعنی در واقع سازی که هم میتونین شما باهاش ملایم اجرا بکنین قبی. هم در واقع بعد دلیل اینکه که بهش میگن مادر سازها چیه یعنی این چرا فقط پیانو انقدر پیانو در واقع تو همه جای دنیا و تو همه در واقع کورس ها و یه جورایی سیستم دانشگاهی یا کنسرواتواری در واقع تاکید روش هست حتی برای کسایی که در واقع میخوان یک سازیر دیگه ای رو شروع بکنن یا حتی میخوان رهبر ارکستر بشن یا آهنگساز بشن یا حتی تنظیم کننده بشن باید در واقع پیانو رو بشناسن و تا یه حد خیلی خوبی هم بشناسن یعنی الان تو تمام سیستم های آموزشی دنیا حتی توی ایران که خودم هم توی دانشگاه ایران درس خوندم مثلا من دوستی داشتم که کمونچه میزده یا قانون میزده یا در واقع ساز تخصصیش تار بوده ولی باید حتما حداقل چهار تو دانشگاه خودمون پیانو رو پاس میکرد به دلیل در واقع اون فور بودنش و اینکه کل هارمونیا رو شما میبینی تمام رجیستای صوتی جلوته در واقع حتی اگر بخوایم آهنگ بنویسی یا بخوای در واقع تنظیمی انجام بدی نه اینکه نشه با ساز دیگه انجام داد ولی خب خیلی کامله اینکه خب دیداری خیلی راحت تری روش یعنی همه هارمونیا ها رو میتونی اجرا بکنی و اینکه خب از بمترین صدا تا هایترین صدا رو در واقع از لو ترین صدا تا هایترین صدا رو ما همه داره. رو داریم و در لحظه داریم چقدر خیلی ساز دوست داشتنیه مثلا پیانو رو از بچگی خونه مثلا خودمون نداشتیم ولی خونه یه فامیلی چیزی میدیدم همیشه واسم هم یه جذابیت خاصی داشت هیچ وقت رو گیتار این حس رو نداشتم مثلا رو ویالون نداشتم ولی رو پیانو حس خیلی خوبی همیشه هم صداش هم ساز مثلا تنین پیانو تنین غیر خسته کننده ای. یعنی شما شاید از هر سازی حالا به دلیل اون زنگی که داره یا به دلیل حالا نوع فرکانس و رزوناتوری که ایجاد میکنه. یه جورایی شاید بعد از ساعت ها خسته بشه من خودم خیلی نمیتونم مثلا سنتور گوش بدم یعنی بعد از میتونم بگم بیه رو بیا 20 دقیقه یه جورایی گوشم پس میزنه ولی هایشون واقعا زیاد بله، های بله. میکنه. و اینکه خب سنتور مشکلی که داره این یه جورایی یه ساز در واقع حالا نمیشه گفت مشکل ولی همیشه ساسته ای نشست یعنی شما یه درصد ریوربی همیشه, همیشه داری, آره. آره تو پیانو با پدال شما میتونی اون رو در واقع قطع, قطع بکنی در. تا آکورد بعدی شروع میشه درسته. بعد به نظر شما مثلا کسی بخواد تو ایران الان شروع بکنه از چه سنی خوبه شروع بکنه یا اصلا سن نمیشناسه چه جوریه از کجا شروع بکنه یکی داره این فیلمو میبینه و دوست داره که یاد بگیره پیانو رو بزنه خودش کلا حالا چون به پیانو و حالا بیشتر راجب کل دنیای موسیقی میخوایم صحبت بکنیم بیشتر واقعا اینکه من تاکید میکنم این نه تاکید من یعنی تمام سیستم های آموزشی همه جای دنیا شما سرش بکنید این دونستن پیانو مبنی برای این نیست که من یا شما یا هر کس دیگه قرار پیانیست بشین این دونستن و در واقع دانش اجرای حالا هر چیزی که ما قرار یاد بگیریم شامل هر نالجی تو موسیقی میتونه هارمونی باشه میتونه در واقع باشه میتونه اه، یه آهنگ خیلی ساده باشه یا میخوایم یه جورایی خوش صداییمون یا اصطلاحا ویسینگ بهتری رو داشته باشیم ما میتونیم خیلی از این ساز به عنوان یک ابزار خیلی خوب است یعنی شما همینطور که میبینید تو هر استدیوی میرین ممکن روی میز ویالون نبینید ممکن سنتور نبینید ممکن حالا سازه غربی بگم به دلیل مایکروتون نبودنش یا مثلا چه نام گیتار میبینین ولی حتما روی میز یک ساز کلاویه ای میبینین حالا اینکه من از کلمه کلاویه استفاده میکنم به معنی همون کی هست <تصفح> <تصفح> کلاویه یک کلمه آلمانیه در واقع مشترکه بین کی و در واقع کلید به قول خودمون خودمون. همون در آره. هر یه دونه از همون کلیدا رو در واقع حالا یه جورایی مرسوم شده حالا سیستم کلاسیکه ولی همچنان مرسومه به در واقع کلاویه به همین خاطر شما میبینید که تو هر استدیوی هر جا که قراره برین اون ساز کلاویهی روی میز میبینین حالا بسته به اون رنج صدایی که قرار استفاده بکنن و این ورود با پیانو میگم دلیل بر این نیست که من چون سازم پیانو یا بخوام تعصبی داشته باشم همه یه سیستم آموزشی دنیا با هر سازی با هر در واقع نالجی شما احتیاج دارین که رو پیانو اون رو اجرا بکنین خودتونم نه. گفتیم ببخشید وسط طرفشون اون سری گفتیم که تو دانشگاه اصلا چهار واحد اجباریه گذروندن بله، پیانو صدر. خیلی جالبه یعنی همه کسایی که الان مثلا یکی رو من ببینم کمانچه به صورت حرفه‌ای میزنه حتما یه حتما دانش, دانش پیانو, پیانو و هر دانشی رو بخواد اجرایی بکنه ببینید شما مثلا فرض کن روی قانون شاید نتونین همه یه هارمونیا ها رو اجرا بکنین ولی ممکنه تو ذهنتون یه چیزی باشه که بخواین رو تبدیل بکنین روی ساز تخصصی خودتون خب طبیعیه که ما بعد اون رو بریم روی سازی که فورنج به ما هارمونیا ها رو میده و ما داریم خیلی ساده میبینیم و خب خیلی راحت تریم چون یه ذره کلند خوش صدایی و حالا بحث وویسینگ خیلی تو پیانو مهمه که ما بتونیم در واقع همون هم شیفت بکنیم به سازهای دیگه و همین خاطر خب میگم حتما همه دیدیم یا دوستانی که شاید هنوز وارد موسیقی نشدن طبق حالا سوالی که فرمودی واقعا دونستن هر چیزی و اجراش با پیانو به نظر من واجبه نه به نظر من به نظر همه یه سیستم آموزشی دنیا خب اون وقت سن خاصی نداره یعنی هر کی از هر سنی میتونه شروع بکنه صد درصد صد درصد در این تاکید روی حالا یه جورایی بد جا افتادن سن پایین به خصوص حالا تو سازهای مثل ویالون یا پیانو بیشتر به خاطر نوع هاشی نداشتن یعنی سنیه یعنی شما وقتی مثلا فرض بکنید، پنجاه سالتون هم هست مغزتون درست کار میکنه نیمکره چپ و راست مغزتون داره درست کار میکنه چون دارین غذا میخورین مسواک میزنین کیبورد تایپ میکنین بر همین همه اعضای بدن و مغز داره درست کار میکنه اینکه نمیتونیم بگیم نمیتونه طرف پیانیست بشه ولی اینکه تاکید روی سنین پایین از سنین پایین تر ما بیایم این کار رو انجام بدیم بیشتر دلیلش اینه که خب یه بچه مثلا فرض بکنین 7 -8 ساله یا 9 ساله یا 10 ساله هیچ حاشیه‌ای نداره نمیدونم مشکل خاصی نداره دغدغه های خاصی نداره میتونه تایم بیشتری و کمان که خب خیلی گیرایی بیشتری هست اون سن و انتظار عجیب غریبی هم از خودش نداره که وای 50 سالم شد دیر شد و این چیزایی که من حالا اصلا خیلی هم قبول ندارم واقعا هم الان که دارین میگین خیلی درسته چون بچه 7 8 ساله اصلا به چیزی فکر نمیکنه جز حالا اسباب بازیاشو نمیدونم همین سازی که ممکنه داشته باشه حالا ما هنرجو داریم دوازده سالش بود تو کلاس های ما میومد هشتا ساز میزنه سام باجلان آره الانم ترکیه است خیلی پسر با استعدادیه. تو دوازده سالگی هشتا ساز میزنه اصلا چیز عجیبیه خیلی استعداده حالا البته فکر کنم پیانو جزء سازاش نیست بیشتر سازای کوبه ای میزنه و تاری میزنه و بادی بادی هم دیدم میزنه بعد استاد اینو اول برنامه میفرستم یادم رفت خودتون شما چند سال الان دارین کار میکنید ساعت سابقه کاریتون بر ما من حالا سابقه ساز زدن در واقع بخش نوازندگی رو بخوام میگم تقریبا از سین خیلی پایین شروع شد و خب یه ذره زودتر از شاید خیلی شروع کردم تو سازه چند کوبه رو بیشتر من فکر میکنم پنج سالم بود ساز کوبه یعنی پنج آره. سال اونم از شاید قبلتر میتونم بگم از میز شروع شد تا <applause> به خود ساز کوبه <applause> ای درسته ولی خب حالا یادم خاطرشم جالب اولین باری که من پیانو رو حالا پیانو که نمیشه گفت از این کیبوردای کوچولویی که هنوزم دارم مادرم نگرش داشته توی یه تولدی بودیم فکر میکنم او… یا مثلا فرض بکنید یادم نمیاد یا قبل از اینکه وارد مدرسه بشم یا فکر میکنم اول دبستان بودم که توی یه تولدی بود همه بچه ها جمع شده بودیم و شلوغ و سر و صدا و اینا دیدم یکی از بچه هامون یه دونه کیبورد این کوچولو و رو دکمه هاشو میزن اینا دیگه یعنی از اون روزی که من اینو دیدم واقعا یه دل نه دل یعنی کلا اصلا کوبه یادم رفت و گریه زاری که منم میخوام و دیگه خلاص <applause> از اون روز شروع شد آروم آروم با یه دستی هر ملودی که میشنیدم و میزدم یه جورایی تقریبا و اینکه آروم آروم دیگه شروع شد روی کیبورد و پیانو و سینتی سایزر و بعدم دیگه سیستم های حالا هم آزمون خطه های خودم هم همین که دیگه بحث سیستم آموزشی و دانشگاه و, و الان, هم که, در دانشگاه و الان هم که در خدمت بعد ا... قربان شما مرسی بعد الان شما تدریسم که من میدونم انجام میدین و اینا نخواستم ببینم که یکی بخواد شروع بکنه ت... یعنی پیش شما بیاد کلاس باید کجا بیاد سبت نام چیکار باید انجام بده ببین قبل اینکه حالا به این سوال پاسخ داده بشه من حالا خودم یه ذره چون خیلی اتفاقات عجیب غریب یا بخشیش هم تلخ توی سیستم یادگیری واسه خودم افتاده برای همین توی تدریسم هم همیشه کمپرس شده همه یه سیستم هایی که هم خودم از بچه یاد که هم آزمون خطایی که داشتم هم در واقع سیستم اساتید خودم یا در واقع توی سیستم دانشگاه اومدم کمپرس شده همه اینا رو در واقع در نظر و بهترین حالتش دارم به بچه ها میگم چون یه جورایی خودم زخم خورده این قضیه هستم به همین خاطر معمولا معمولا که 100 درصد قبل از شروع کلاس حتما یه جلسه میذارم با بچه ها که حالا حالت تریال لسن و فیل لسنه و شروع میکنم باشون صحبت کردن که اصلا هدفتون چیه چون ممکنه طرف پیانو رو ببینه فکر کنه که خب الان دیگه من بعد پیانیست بشم ولی در صورتی که مهم نیست که شما بخواید پیانی مهم اینه که شما وارد موسیقی میخوام بشین شاید اصلا میخواین کار مهندسی و صوت انجام بدین ولی هارمونیکا رو بعد بشناسین توی حالا این هارمونیک هم جالبه. من یه جاهایی میرم صحبت میکنم خیلی ها راجبش نمیدونن که فکر میکنم که در مورد هارمونی یا در واقع سیستم چند صدایی صحبت میشه هارمونیک تفاوتی داره که یک ما یه سری صداهای هارمونیک داریم که توی پیانو یا هر سازی در واقع یه جوری حالا تا جایی که گوش انسان بتونه تشخیصش بده حالا که اومدن اینا رو در واقع سری کردن که حالا در واقع هر نوت صداهای مختلفی داخلش هست یعنی شما مثلا نوت سی یا نوت بی یا هر نوتی رو در واقع میزنین یا حالا تو سیستم بچه‌ای که دور میفاسولوزی کار میکنن فرض بکنین نوت فا رو میزنین فقط فا نیست یعنی تو دلش کلی صدای دیگه هست به همین خاطره که در واقع این مشکل ما همیشه توی در واقع میکسمون داریم و چه عجیب یعنی من اینو نفهمیدم تو اینه که تو خودش باز یعنی نوتهای دیگه تو یه باید. سری سری هارمونیکای های سر خودش باید. داره و چهار. به همین خاطر این در واقع یه جورایی اصلا همین در واقع موضوع باعث میشه که ما میگیم که چرا ما میکسمون خوب نیست چرا صدایی که در واقع ترک های ما میده چرا ما هیچ وقت بینومنالی نمیتونیم صدا بدیم چرا این شکلیم چرا موزیسیان همون نمیشن یکی از دلیل های الان همینه که این موضوع رو نمیدونن این موضوع و خیلی موضوعات دیگه هی میرن توی میکس مثلا ما پروژه رو باز میکنیم مثلا بچه ها میبینی. مثلا صد و خورده پلاگین فقط روی یه دونه مثلا چند تا لاینشون باز کردن ولی شما میبینید پرودیوسرهای بزرگ مثل چه میدونم اسکیلکس یا خیلی در واقع پرودیوسرهای دیگه میان توی یک چنلاشون یه موقع های پروژهاشون رو باز میکنن و به صورت توتوریال توضیح میدن که ما چی کار کردیم دقیقا دیدم حتی... آره و میبینین که کلا دو تا پلاگین سر رای لاینشون نیست ام. چون از سیست... از در واقع پله قبل اومدن جلوی تداخل فرکانسی رو گرفتن درست. و شما میتونید مثلا چه مراجعه بکنید به آلبوم های پیانویی مثل چه میدونم عدل مثلا خب چطوری اینقدر یک پیانوی خالی اینقدر صدا میده حالا بحث اینو که من می... همیشه واسم سواله چه جوری مثلا حالا من که میدونم تو کلاس هم به هنرجوا میگم قدیم واسم هم سوال بود واقعا این که مثلا یه آهنگ شنیده بودم مثلا جاستین بیبر بودش با یه گیتار و یه دونه چیز اصلا یه صدایی میداد احساس میکردی واقعا همه محدوده فرکانسی پره ولی مثلا خب دیدم کسایی که تو ایران بیت میزنن مثلا کیک داره بیس داره فلان داره کلپ داره ملودی داره باز تو بیتو میشنوی احساس میکنی یه چیزیش کمه به نظر من این دقیقا علم حالا نمیخوام مقصر بکنم به خاطر اینکه رپ فارسی حالا من بیشتر راجع به رپ حرف میزنم چون خودم رپرم ولی با علم کمی شروع شد یعنی الان همه رپ که تا الان هم شکل گرفته بیشتر رو تجربه رپرها رفته جلو یعنی آزمون خطا بوده یه بار این نوتو زده دیده مثلا بد شده رفته یعنی هیچ کدوم شاید علم کامل موسیقایی نداشته واسه همین به نظر من وجود افرادی مثل شما خیلی میتونه به رپ فارسی کمک بکنه حالا میدونم شما سرتون شلوغ بیزینس خودتون رو دارین کلاس های خودتون رو دارین کارهای خودتون رو دارین پروژه هاتون ولی واقعا به نظر من وجود افرادی مثل شما میتونه رپ فارسی رو یه یه لول بکنه تو آهنگسازی تو خیلی چیزا حالا یکی سازی؟ به خاطر اینکه به قول شما همون علمی که شما از سه چهار سالگی یاد گرفتین و ما نشستیم تکس نوشتیم تو اون مدت شما یه چیزی میدونی ما یه چیزی و به نظر من آهنگای رپ فارسی الان خیلی دیگه مثلا سبک شده بیتا البته تو کل دنیا سبک شده ولی به نظر من اگه تلفیق مثلا هارمونی های قشنگ و مثلا آکورد های خیلی خاص نه مثلا یه لامینور برعکس بگیری یا مثلا یه چیز یه چیز جدید بگیری خیلی میتونه رپ فارسی رو قوی تر بکنه اگه شما پروژه بهتون بخوره میاین تو این داستان حتما حتما من اتفاقا خیلی دوست دارم با بچه‌ای که چون یه ذره احساس میکنم یه ذره که نه خیلی الان در واقع تقاضا برای این جان بیشتره همه جای دنیا درسته و به همین خاطر خیلی جای شو خودم یه موقعی ناخداگاه سعی میکنم تو ماشین که گوش میدم خیلی تو دیتیل نرم ولی ناخداگاه میرم میگم مثلا اینجا خب این اتفاق افتاده اینجا این اتفاق افتاده این یه ذره ما چی میگم قیفه رو برعکس میریم یعنی ما هی میریم توی میکس دنبالش هی میریم توی مسترینگ دنبالش که چرا من یعنی خب شما وقتی یک تداخل فرکانسی ایجاد کردی توی زمانی که لاین ورودی تو حتی با یه پیانوی خیلی ساده نوتای روهم به صورت آکوردی گرفتی این تداخل فرکانسی تا ابد ادامه داره یعنی شما هی تازه اومدی لاین های بیشتری گرفتی شاید سینت بیس انداختی یا خیلی کارهای دیگه کردی و بیشتر توجهت روی ساوند دیزاین بوده تا در واقع تداخل فرکانسی نداشتن هی hey, میذارن و میگن این رو تو میکس درست میکنیم هی hey, میذارن و میگن این تو میکس درست قرار خود منم <تصفح> 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 و تو میکس درست و هیچ وقت هم درست نمیشه یعنی شما با خب تو ایران خوشبختانه یا یه جورایی میشه گفت متاسفانه خب ما در واقع پولی برای پلاگین یا وی که استفاده میکنیم با من خوشبختانه به آره. نمیدیم و به همین خاطر خیلی راحت از اینا استفاده میکنیم و خیلی چی میگن اگزجره میکنیم این قضیه رو و در نهایت باز اون کدری یا اون کسیفی رو داره کار به خاطر اینکه خب از اون اول جلوش گرفته نشد ده. و اینکه همین رو توی ساید دیگه میبینین توی در واقع کارهای غربی حالا مثل عدل و مثال میزنم چون اکثر کاراش در واقع پیانوی پیانو هست میبینید که شما یه پیانو اونجا داری میشنوید ولی به تمیزی هرچه تمامتر و انگار دارین یه ارکستر کامل یعنی وقتی شما پیانو رو میشنوین احساس میکنین چیزی کم احساس میکنین واقعا بیت هست احساس میکنین سینت بیس دارین میشنوین همه اینا رو دارین میشنوین با یه پیانو چون اون کسی که در واقع اینو اومده نوشته و حتی میرین پروژه ها رو باز میکنین میبینین که یک شاید اصلا حالا خیلی تو ایران بحث لامینور مطرح میشه حالا به قول شما میبینید یه لامینور خیلی ساده اونجا که چطور یه لامینور اینقدر قشنگ میتونه صدا بده این به خاطر شناخت در واقع اون تداخل فرکانسی یعنی در واقع دارن کار میکس همونجا انجام میدن دیگه <applause> یعنی با پرودوس دارن همون لحظه ای که دارن تو زمانی پرودوس میکنن درست رو میزنن حالا بچه هم به من خیلی میگن میگن شما همون آنگو میزنیم همون هم ما داریم میزنیم اصلا همون نوتی که شما داری میزنی ما هم ولی اون میزنین. نمیشه من ولی اون کرد. صدا نمیده در واقع این بیشتر به خاطر اینه که خب من در لحظه دارم کار میکسو رو انجام میدم زمانی که دارم پیانو میزنم همون لحظه میکسو دارم انجام میدم از تکرار صدای مختلف چون هر سه تا صدا در واقع سه تا نیست تا هارمونیک حداقل پشتشه که اینا جمع میشه رو هم هی کثیفی صدا یعنی شما سیستم لو پیانو رو بیا با همه دستات فشار بده چه صدای کثیفی میشنوی حساب کن حالا در واقع قرار بیس حالا چه الکترونیک چه سینت بیس چه آکوستیک رو بیاری روش خب اینا هی قرار بیشتر بشه تر. بعد هی اتاقو میای شما در آکوستیک, میکنی. میکنی. یا چه میدونم بیس رپ استفاده میکنی باز میگی لو دارم بعد میبری میدی به میکس من بازم اون کاری از دستش بعد نمیاد. نمیاد چون این از اون اول تداخل فرکانسی وجود داشت چقدر جالب چقدر جالب فکر کنم الان هنرجوی ما که دارن میبینم خیلی حرفای شما داره روشون تاثیر میذاره امیدوارم استاد یه بارم افتخار دادن اومدن سر کلاسای بوت کمپ ما و واقعا همه هنرجوها راضی بودن توی ترم پیشرفته چقدر باحال بود چقدر من خودم hey, کیف یعنی کردم. میگم اصلا همه راضی همه راضی خدا رو شکر شک. و حدود مثلا سی و چند نفر تو کلاس بودن کلی چیز جدید از استاد یاد گرفتم تو همون یه ساعت یه ساعت و نیمی که شما سر کلاس بودین خیلی خوب بود اینم یادم رفت بگم آهنگ اینجا هم استاد لوت کردم پیانوش رو زدم یعنی من فایل واسش رو فرستادم اصلا یهو دیدم چیزی که برگشت برام اصلا چیز خیلی احساسی و قشنگ یه پیانو به قول شما بودم لامینور بود لامینور استاد کجا لامینور ما کجا فرمایید شما واقعا خیلی خوب بودش مخلصیم استاد بعد توی یک چنلتون چون من میدونم میخواین چنلتون رو به زودی را بندازی مطالبی که میخواین توش بذارین به چیه و آیا آموزش میذارین توش یا نه صد درصد البته اینو بعد بقیه هم به من کمک کنن چون واقعا یه چیزیه که چیزی که خودم کانسپتی که تو ذهنمه اینه که در واقع به خصوص به بچهایی که الان چون من من خیلی جالب چند وقت پیش یادم نمیاد کجا رفته بودم یعنی یه جایی رفته بودم که اصلا انتظار اینکه در یه اتاق رو باز بکنم مثلا با چنین چیزی مواجه بشم نبودم نمیدونم حالا دقیق الان خاطرم نیست کجا بودم یعنی نمیدونم واقعا یه خونه کاملا میشه گفت در واقع خونوادگی یهو در یه اتاق باز کردم دیدم بیست رپ و مانیتورینگ و اصلا تعجب کردم و خیلی این اتفاق رو برام افتاده جدیدا این تو این یکی دو سال اخیر میبینم یه جورایی جز یعنی همه دارن دوست دارن که یه چیزی رو پرودوس بکنن اصلا هم هیچ ایرادی نداره خیلی هم من خوشحال میشم واقعا منم و این و اینکه خب واقعا دونستن تمام این مسائل واقعا هم از اصلا هم دلیلی نداره کسی بدونه هم یه جورایی از حوصله حالا اون شخص ممکنه خارج باشه من چیزی که تو ذهنمه و اتفاقی هم که برای خودم افتاده که مجبور شدم برم همه اینا رو هی بخونم هی سرچ بکنم و به یک در واقع کمپرس شده ای رسیدم اول صحبت هم گفتم اینا رو دوست دارم واقعا خیلی ساده یعنی خیلی چون تو یوتیوب هم در واقع یه جوری تاکید روی ساده سازی هست بیام خیلی ساده اینا رو بگم و یه جورایی الان چون میبینم دنیا دنیای نقطه زنیه یعنی الان همه رشته های بزرگ دانشگاهی داره تبدیل به کورس میشه و خیلی وقت شده تو همه ایران اونم هم داریم میبینیم که چقدر سیستم دانشگاهی داره کم تر میشه و همین خاطر همه دنبال یه چیز سریع که بگیرن و برن اون کاری که میخوام بکنن یعنی اون نقطه رو بزنن دقیقا همینه واقعا راست میگیم که من بخوام آموزش گام به گام پیانو بذارم خب شاید اولا خیلی زمان ببره شاید طرف میخواد سه سال چهار سال بیاد حالا حتی شده یا پیش من یا تو کانال یوتیوب من اینا رو ببینه و ممکنه همه چیش به دردش نخوره اینا رو میتونن الا حالا نمیدونم از چه طریقی بچه ها میتونن به من بگن که ما چی رو میخوایم بچه ها میتونن همین زیر کامنت بذارن چقدر عالی آره بچه دوست دارین راجبه چی از استاد بدونین حالا راجبه آموزش پیانو میخوایم باشه من خودم یعنی پیشنهادی که داشتم و قبل کلاسم گفتم به استاد این بودش که قطعات رپ فارسی مثلا شما اگه تو اینترنت بیاین سرچ کنیم مثلا آهنگ ابی مثلا شاید آموزش زدن پیانو آهنگ ابی رو پیدا بکنین آهنگای معروف البته خیلی هاشم نیست من چون خودم سرچ کردم ولی من میگم بیایم آهنگای رپ فارسی رو این کارو باش بکنیم هیچ کی تا حالا نکرده و به نظر من خیلی دوست دارم بدونن که اصلا طرف پیانو نمیدونه اصلا یه میدی کیبورد فقط تو خونش داره دوست داره که با همون میدی که برد آهنگ مهراد آهنگ نمیدونم رضا پیش رو آهنگ من آهنگ هر کیو که دوست داره فقط بزنه به نظر من نداریم چه این چیزی تو یوتیوب شما مثلا تو چنلتون اینو میذاریم حتما هرچی که از ما بخوان حتما چرا که نه خیلی با بچه آهنگایی که دوست دارین استاد بهتون خیلی باحال میشه واقعا هیچ کی تا حالا تو ایران نکرده آهنگایی که دوست دارین استاد بهتون یاد بده یا هم ببینین که چه جوری میزنن هم, هم اینکه حالا یه توی دفتر نوت شاید حتی نوتش هم میتونم می, می بدیم سماره. خیلی باحال میشه یا تو یه سری چنل ها خیلی وقت پیش من دیدم که داشتم کامنت ها رو میدیدم همه در واقع درخواست یه جورایی نوتش یا حالا کسایی که گیتار بودن تبل رو میکردن حالا به هر دلیلی وجود نداشته حالا من میتونم دوستانی که حالا با سیستم نوت من خودم پیشنهاد بدم اولین آهنگو حتما چا. من میگم اون در و باسکن زد بازی داره مهرادم توش خیلی آهنگ قشنگی پیانویی هم هست اون آموزشش بذاریم من خودم شاید. میرم نگاه میکنم یاد بگیرم بزنم جدی حتما خیلی عالی میشه دمتونم گرم استاد دم. پس منتظر کارهای خفن تو چنل حتما. باشیم حتما چنل استاد و این زیر میذاریم اینستاگرامشونو رو میذاریم حتما هم فالوشون کنین هم سابسکرایب کنین چون میان یوتیوبش سی یاد بگیرین دیگه حالا باشه میان مثلا یه چیز اینترتین هم میبینین حالا مثلا یکی میاد اونجا مثلا سس تند میخوره اوکی اونم با نمکه ولی میان یه چیزی هم حالا یه نیم ساعت هم وقت چیزی یاد بگیرسی به خود اضافه کن هیچ خیلی بهتره اینو به حالا من به شما دارم میگم فاز نصیحت نیست شالش بالاخره خیلی از طرفدارای من خب ناشون کم 18 19 20 من از الان من اون سن رو گذروندم شما هم گذروندین واقعا دوست دارم برگردم عقب 10 سال پیش همش یاد بگیرم الان دارم به این نتیجه میرسم کاش من 10 سال پیش پیانو یاد گرفته بودم کاش 10 سال پیش مثلا عکاسی یاد گرفته بودم همه رو الان تازه دارم میرم و همه چیز اشتباه بود واقعا من یادم من چون دوران سربازی من توی سیستم موسیقی و ساز میزدم ساز بادی ساکسیفون میزدم اولین بار فرمانده حالا اون بخشی که مربوط به موسیقی بود اومد نوتا رو به من خب من چون گوشم قوی بود چون سربازم بودم جرت نمیکنم مثلا میگم خب مثلا این نوت ره نیست این در فا صدا میده گوش که این فا این سوله مثلا این اینه این اینه, اینه. یعنی تا یه ما من هی مثلا مارشا رو که به من میدادن من میدم داره اشتباه داره صدا میده ولی شما دیگه می... آره و... خب خودم شروع کردم تغییر حالا بهشون چیزی نگفتم یعنی شما نفهمیده <تصفح> و این داستان هست واقعا این که میگی نسل ما اینجوری واقعا چون من و تو هم همسن هستیم داریدان. واقعا این مشکلات بود یعنی انقدر ما هی آزمون خطا آزمون خطا حتی اساتیدایی که واقعا فکرشم نمیکردیم ما هیچ وقت حالا اون که حالا یک فرمانده در واقع نظامی بودن ولی اساتیدم دیدم یه موقعی یه چیزایی یا همون سیستم آموزشی ما به همین شکل یعنی یه مدلی هست که یه جورایی روی چارتیه و انگار نمیتونین از اون حاشیه خارج بشین به همین خاطر توی یوتیوب من خیلی دوست دارم حالا از یه طریقی بفهمم که مشکل دقیقا کجاست و نقطه زنی بکنم یعنی برای بچه‌ها، چون هممون با یه چیزی من همینطور که میگم من یه کیبورد کوچولو دیدم تا همین الان که سی و خورده ای سالم عاشق در واقع اون موضوع شدم ممکنه طرفم یه آهنگی یا به قول شما فقط یه ترک رپ رو حالا از زد بازی از شما یا هر کسی و میخواد از اون طریق وارد بشه و اصلا هم هیچ اصراری نیست که شما پیانیست بشی همینو من یا موزیسین بشی ما همین سیستم رو الان توی سیستم آموزشی آمریکا داریم و خوشبختانه میشه گفت به خاطر خلاقیت بالا حتی هر کسی که میخواد پزشک بشه یا مهندس بشه یا یه کار دیگه ای بکنه اومدن اینو اجبار کردم به خاطر خلاقیت چون حالا این اینی که دارم میگم خودم هم توی پایان نامه دانشگاهم در واقع در مورد خلاقیت موسیقی کودکان بود در واقع موسیقی چقدر میتونه کمک بکنه به خلاقیت کودکان درسته چقدر جالب من بچه خواهرم اتفاقا میخواد بیاد پیشتون کلاس زیاد اونم 6 -7 سالشه چند روز پیش دامادمون دا به با هم گفتش که مثلا از کجا شروع بکنه و اینا دیگه من دیدم بهتر شما جایی رو پیدا نمیکنم باید. و سری معرفی کردم به شما هم بچه ها پیشنهاد میدم اگه واقعا میخواین حالا چه پیانو یاد بگیرین یا به قول استاد دوست دارین فقط دو تا قطعه بزنین یا فقط دوست دارین مثلا بچه های کلاس خودمونی ای ام تی بود کمپین دوست دارین آقا هارمونیا رو بهتر درک بکنین میتونین مثلا لازم نیست به قول استاد شما نیست بشین میتونین ده جلسه وردارین با استاد هارمونیا رو یاد بگیرین میتونین پنج جلسه یه قطعه رو یاد بگیرین خیلی کارا پس استاد منتظر ویدیوهای خفنتون باشیم در خدمتیم راجب توتوریال هم اگر بچه ها کمک بکنم بگن که دقیقا آره گفتم. چی میخوان که خیلی, خیلی عالی میشه دقیقا بگین چه و رو تو رپ فارسی دوست دارین پیانوشو یاد بگیرین خیلی جذابه من خودم نگاه میکنم شما بذارین همه رو جدی بهتون میگم <تص> دم شما هم گرم خیلی, خیلی, خیلی لطف کردین امروز مهمون ما از دعوتتون ممنون مرسی و ایشالله که چنلتون را بیفته و ما یه روز مهمون چنل شما بشیم خیلی مخلصم شما بچه ها پس چنل رو سابسکرایب کنید فالو کنید لایک کنید دیگه شمیر نیستش از اون شست سایه تلایی بدون مجبور شید آره جاشون خالیه آره جاش خالیه واقعا دمه شما گرم خدافر بچه ها خدافر